أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. من فکر میکنم که دور داشتیم صحبت میکردیم، دارم جواب فرمایشات دور را عرض میکنم. من فکر میکنم که آدم اگر پس خودش بر بیاد پس عالم بر بیاد. بستگی دارد به توانایی او، مقداری که تونسته بر خودش در جنگ با خودش بر خودش پیروز شود. آن مقداری که انسان در جنگ با خودش موفق شده پیروز بشود. حرف از کجا گرفتیم؟ فرمایش امیرالمؤمنینه: ان من احب عباد الله عبدا. از خطبه‌های درجه اول نهج البلاغه است. ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله علی نفسه. منش معلومه؟ ان من احب عباد الله عبدا، جز محبوب ترین بندگان خدا آن بنده است که خدای متعال او را در جنگ بر علیه خودش اعانت کرده باشد. اعانه الله علا میدونه دیگه، علا نفسه، علیه یا له، بر علیه خودش خدا او را کمک کرده است. ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله علی نفسه. اگر این در این جنگ بر علیه خودش پیروز شد، می تواند بر عالم طرح ما در زندگی اصلا جنگ با خودمان نیست. اصلا راحت با خودمان در صلحی، فرمان آن را میبریم، آن را یعنی فرمان نفس را، فرمان آن را میبریم، هیچ درگیری نداریم، هیچ بینمون اوقات تلخی نیست. اگر این اوقات تلخی اتفاق بیفته و بینمون درگیری بشه، بینمون جنگ بشه و ما بخواهیم در این جنگ پیروز بشیم، اون وقته که
دست به دامن میشه آدم، اصلا اون وقت آدم دست به دامن خدا میشه. بزرگان فرمودن آدم به استرار میرسه، نه از این استرارا. آدم اگه لب جهنم قرار بگیره استراره چقدره؟ واقعا مال جهنم کو جهنم؟ جهنم بهش وجود نداره کو؟ او حالا شما که جوانه میگین او، ما هم که نمیگیم او، باز همونه جهنمش کو؟ هر آدم بین جهنم بهش قرار بگیره داستان هر رو بلدین دیگه، بهش میلرزید. ما چرا میلرزید؟ من فکر نمیکردم از تو شجاعتر در این لشکر باشه. و خودم بین بهشت و جهنم میبینم. واقعا بین بهشت و جهنم میدید بعد هم میلرز. اگه آدم خودش بین بهشت و جهنم ببینه که این بین بهشت و جهنم ببینم، شما باید اینو درست کنی برای خودت، یعنی حاضرش کنی. بهشت و جهنم باید برای خودت حاضر کنی. حالا چیکار کنیم که حاضر کنیم؟ حالا بهشت و جهنم حاضر کنیم، وقتش به استرار میرسی. اگه به استرار رسیدی وقت دست به دامن میشی. آنجا ممکن است عنایت در استرار، میدون استرار خدا بداد میرسه، در استرار خدای متعال بداد برسند. ما راحتیم، راحت الحمدلله. یه شب شده، اصلا تمام عمر را یه شب شده من از دغدغه خاطر، نه دغدغه دنیایی، دغدغه دنیایی بر بنده متعدد اتفاق افتاده. حالا چندی بار مثلا این چندی بار از شدت دغدغه من از خواب پریده بودم و تو صبح خوابم نبرده، یعنی برای من که اول شب خوابم برده بود، اما از بس دغدغه عمیق بوده نیمه شب من از خواب پرانده. این دغدغه دنیاییست، این چیزی نیست، برای هزاران نفر پیش میاد. چک و سفتش چطوره، نمیدونم فردا احتمال داره بندازنش زندان، از این حرفا دیگه، هزار تا از این مشکلاتی که تو دنیا هست. این چیزی نیست برای یک دغدغه آخرتی. مثلا من یه ساعت دارم قلط میزنم توی رخت خوابم، دارم فکر میکنم چیکار کنم. مثلا احتمالش هم نیست، چون بر رسیدن به اون دغدغه شما پاس باید زحمت کشیده باشی که به این دغدغه برسی. این زحمت نکشیده باشی، از میکنم زندگی همینیست که هست، آدم همجور زندگی میکنه. حالا چون ما محیطمون محیط پاکیست، محیط طلبگی تفضل خداست، اینو باید آدم رفته باشی توی اون کسافت خونه های دیگر تا بفهم. خب اینجا الحمدلله یه محیطیست پاک. من زندگی میکنم، همجور زندگی میکنم، اما مگه آدم رو ول میکنه؟ رها مگه میکنه؟ چون راحت زندگی کنی اون تو رو رها نمیکنه. سابقا میخواستن یادم رفت اسمش، تحچین، ببخشید، مثلا تحچین درست کنن، گوشتو میخوابوندن تو ماست. چند سال ماما هم چه قشنگ توی میخوابی. اولش این گوشت تازه است، اما یواش یواش گوشت میشه.
و به تعجب گفت: جوانش خون نمیدونه که این جوانی یعنی چی. دادم داره نمیدونه دیگه، نعمت تا داره نمیدونه، تا دست بده وقت میفهمه. بعد رفت. من به آدم یاد میدم شما یه تصمیم بگیری، یه تصمیم باید بگیری تو جوانی، تصمیم باید بگیری، با تصمیم تو بیستی. من تصمیم گرفتم از امروز، از همین الان که من خدمت شما نشستم، تصمیم گرفتم مواظبت کنم از زبانم، غیبت بکنم و مواظبت کنم از گوشم، غیبت نشنوم. همین، یه قدم از هزار قدمی که شما در منزل اول باید برداری، هزار قدم در منزل اول باید برداری، این قدم از اون هزار قدمه. من یادم جوان بودیم راحت نماز میخوندم، اما حالا نمیشه. یعنی شما سرنوشتتون غیر از اینه؟ سرنوشت همگان همین است، یا دائما داری کار سربازی میکنی یا در جریان روزگار آدم یواش یواش هضم حوادث میشود، میشود مثل همه مردم کوچه و بازار. خیلی خوب باشه، یه ذره با مردم کوچه بازار فرق میکنه، اما فقط یه ذره فرق میکنه. اگر آدم یه کاری میکند به جوانی بکند، اگر کاری میکند به جوانی بکند که میشه. من رو به اون دوستان جوان گفتم با زیر 20 سال، آقا زیر 20 سال یه کاری بکن، اگه زیر 20 سال کاری کردی باز یه ذره زیر 17 سال، زیر 17 سال یک کاری بکن، اگه کردی. تو راه داشتیم صحبت میکردم اون دوستان، عرض کردم که حالا یه چیزایی عرض کردیم دیگه، از امام حسین بالاتر هم داریم آقا نداریم دیگه. کاری که امام حسین کرد بالاتر داریم؟ نداریم. این وقتی موزش داده بودن، حالا حسین، حالا میگی موزش، همون بگی موزش کافیه. وقتی موزش داده بودن عرض کرد: با راه هرچه به من مرحمت کردی مجانی دادی، مجانی. هر کس زحمت کشید، اما زحمت کشید و بعد مزدشو دادن، فریاد میزنند، فریاد میزنند که خدایا آنچه مرحمت کردی مجانی دادی. ببینید شما
میگن یک درهم در راه خدا میدهید، این درهم را خدای متعال میپروراند، اصطلاحات رواتش میپروراند، روز قیامت یک کوه ابو قبیس به شما تحویل میدهد. خدایا این اینقدر من دادم، یک اینقدر مثلا نقره فرض کن، حالا مثلا 100 تومن شما 1 میلیارد من دادی، 1 میلیارد بیشتر دادی. اون داستان میمیل 1 میلیارد نیستش اصلا، مزد اون آدم هایی که اونجوری زحمت کشیدن داستان 1 میلیارد شه. بنابراین هر کس باشه، هر کاری کرده باشه، حاج آقای حق شناس می فرمود که چه می فرمود؟ می فرمود استخون آدم آب میشه. برای که آدم به جایی برسه استخونش آب میشه، استخون که آب نمیشه که. بعد که موزش دادن میگه مجانی دادی، همه شون فریاد میزنن مجانی بود. شریف حافظ داره زهر هجری چشیدم که من ببرس به بعد کجا شروع کنیم؟ عرض تموم شد و همه هم نکنه مطلب گم بشه. از اینجا شروع می شود که من می کوشم هیچ گناه نکنم با سخن اولیه، هیچ گناهی قابل تحمل نیست، هر گناهی این شما آهن گداخته، من می خواهم نوک انگشتم بزن نمیشه، نوک ناخونم بزن نمیشه، آقا با آخر گداخت نوک ناخون نمیشه بزنی، من فقط نوک انگشتم میخوام، نمیشه. نمیشه دیگه آهن گداخته، خب نمیشه، یه ذره هم نمیشه، قابل تحمل نیست گناه به هیچ وجه قابل تحمل نیست. اگه من بکوشم، من عرض میکنم که یعنی عرض کردم تو مجالس دیگه، اگه آدم 70 سال عمر کند در پایان عمر به اینجا رسیده باشد که دیگر گناه نمی کند، این عمرشو برده. البته خیلی بیشتر از اینا باید اما حالا این حد اقل ما اکتفا کنیم. اگر آدم عمری ازش بگذرد و در پایان عمر به اونجا رسیده باشد که دیگه هیچ گناه نمی کند، دیگه هیچ گناه نمی کند می تواند در برابر هر گناهی مقاومت کند، این خب برده، عمرش برده. آیات داره خسر و انفس هم به اهلیه، بعضیا خودشو می بازه، ببخشید در لفظش بده، خیلی لفظ بده، ببخشید من نظرت میخوام، مثل اینکه عمرش قمار کرده بود خودشو دیگه باخته بود. در عصر جاهلیت قمار میکرد، خب مثلا اسباشو باخت، بعد شتراشو باخت، بعد مثلا فرض کن بزاشو باخته، بعدم به غلامانش غلاماشو باخت، خب خونشم باخت، زن بچهشو باخت، آخرش میرسید به خودش دارد. مثلا بعضی بزرگان خودش با اون همتای قمارش قمار کرده بود، خودش باخته بود، 10 سال به بردگی آن در آمده بود، خودش باخته به این معنی. حالا قرآن میگه خسر و انفاس، خودش رو باخته، خودش راضیان کرده است، خودش راضیان کرده است. حالا و اهلیه،
آقا باید از گناه شروع کنیم. اولا خوشبخت بودید شما طلبه شدید، خوشبخت بودید، چون مردم بیرون از 100,000 نفر یه نفر، حالا نمیدونیم از عدد از نمی کنیم که یه وقت مشکل پیش میشه. کی به فکره؟ فکر گناه چی؟ گناه. حالا خدا مرحمت کرده، احسان کرده، قدر بدانید، قدر دانستن همه نعمتهای خدا. و خواجه های این خیلی عجیب شد، خواجه های حقیقی نصفه بودن، من شکر چشمم را کردم. او کسی میتواند شکر بکنه؟ من فکر میکنم خدای من شکر چشم کردم یعنی چی؟ بعد توجه کردم که خواهد کسی با چشمش گناه نکرده باشد شکر چشمش کرد. بله؟ شکر نعمت طلبگی که آدم در این دوران، در این چیز، در این جمع، در جمع طلبگی میتواند، امکان دارد به فکر خودش باشد. ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله على نفسه، به فکر خودش باشد، اینجا میتواند. بیرون از اینجا خیلی خیلی نادر میشه که آدم به فکر خودش باشد، بتواند به فکر خودش باشد، بتواند. اینجا امکانش بیشتر است. این امکان رو شما کارش کنید. چیکار به فکر خودمون؟ مواظب چشمت باش، مواظب گوشت باش. هیچ وقت جمعید دور هم ننشینیم، ما مثلا مباحثه داریم دیگه، مباحثه 3 نفری 2 نفر این حرفا، هیچ وقت این جمع تبدیل نشود به جمعی که ممکن است آدم حرفی میزنه. نه، هیچ وقت. همه مواظب هم دیگر هستیم. خب آدم ممکن لغزش کنه، یادش بره، غفلت کنه، آقا این حرفی که زدی غیبت بود، آقا متوقف باش. یه داستان از حاجه های حقشناس نقل کردن، دوست داریم که استاد دانشگاه قومه، ایشون فرمان من جوان بودم دیگه، حالا جوان 17-18 در خدمت یکی از علمای بزرگ تهران حرکت میکردیم. ایشون فرمودن که نمیدونم مثلا فلان کار، یه کاری مثلا اتفاق افتاده، نمیدونم کی کرده. من گفتم شاید فلانی کرده و اون غیبت کردی. تو این داستان من تو شهر احوالشون نوشتم اینو. فرمودن خب این جوانی بود، جوانی بود. تو را باست داشتیم با اون دوستان صحبت میکردیم، فهمیدن بلافاصله فهمیدم غیبت کردم، فهمیدم. غیر از که ایشون فرمودن و زودتر از این که ایشون فرمودن من فهمیدم غیبت کردم. میشه آدم اگر اشتباهی کرد فهمید، بفهمد. من که نمیفهم شرس کنم. اون دوستمون گفتش که تو جمع اساتید جا که هستیم گاهی یه هم اینیم داره یه کسی میره، من میگم شاید، من توجه میکنم که بابا شاید، حالا این شاید جز خوشبختی ما این است که توی حوزه هیچ گناهی در دسترس اون نیست دیگه. تنها گناه ممکنمون غیبت. اینم اگه شما کنترل بفرمایید میتوانید پاک بمانید. اگر من پاک بمانم،
اگر پاک بماند سالهایی بر پاکش بگذرد، ممکن است این پاکی ملکه بشود. اگر ملکه شد دیگر تیزی نمیتواند آن را خدشه‌دار کند. اللهم صل علی محمد.